دوست دیگری پرسیده چرا بیگ بنگ مورد حمله شدید ادیان قرار نگرفت و حتی بعضی از خرافه گرایان غیر مذهبی از اون استقبال کردند خب ما اینو توضیح دادیم فکر کنم این خیلی آه. به, به نفشن شد آه. ما اینو توضیح دادیم سال بعد بانه. سال بعد چاش پیدا کنم چون دوست دارن ادیان بگن که خدا جهان از نقطه ای آغاز شد دیگه خداوند جهان را اگر میگفتیم جهان قدیم است جهان همیشه بوده این برخلاف ادیان بود و این به طور کل به زیر سوال بود ادیان ابراهیمی رو درسته ابراهیمی رو نه همه ادیان رو مثلا هندوها معتقدن که همیشه بوده یک دوست دیگه پرسیدی که قانون نسبیت چه تناقضی با وجود خدا داره والا من اولا باید این دوستمون خدا رو تعریف کنن منظورشون از خدا چیست چون ب... یکی دوتا نیست خدا واقعیت تناقض با خدا داره <تصفح> دو... اصلاً من وقتی کلمه خدا رو میشتمم و اولا خدا منظور چه خدای است خدای ادیان ابراهیمی سال باز بین اینا الله هست یا یهوه است یا خدایی است که مثلا <تصفح> مدل خدای اسپینوزایی است که منظورشون تنیده شده در دل طبیعت یا خدای مدل ابن سیناست که مثل عنصر اولی است که شروع به تابش کرده بعد خودش تبدیل به جهان شده امانیشن چون یک مدل دو مدل خدا که نداریم یا مدل خدای برهان واجب وجوده بعضی وقتا با یکی میگه خدا خود هستی است مثلا باید این دوستان توضیح بدن منظورشون چیه ولی نسبیت من نمیدونم تناقضش با این <تصفح> خدا خود کلا یک کلمه متناقض هست اصلا در تعریف متناقض 99 ممیز 9 درصد در مردم وقتی میگن خدا خدای خداگاهی رو دارن میگن که جهان آفریده مزورشونه برای همین من همیشه تصف... تا اگه نگن مزورشون از خدا چیه من خدا ت... یعنی میگم فکر میکنم من... ن... یعنی فرضیه رو برای میذارم که به اون خدا درباره اون خدا دارن درسته خیلی از دوستان هم من سوال پرسیدن ارتباط دادن مسائل فیزیکی و به حال به قرآن و آیه های قرآن که من سلام نمیدونم اون سوالات رو بپرسن تو جوابش کاملا مشخصه و اول برنامه هم صحبت شد اشاره شد بهشون جانبا. مهماش اونایی که خب بعضی جا تناقض آشکار داره مثل اون جایی که خوشی در چشمه لجن فرو میده که بعد میگن این قرنین بوده اسکندر بوده از نگاه قرنین گفته مشخصا تصور غلطه یه جاهایی تو هم تو بقره هم جای دیگه مشخصا میگه ما زمین را گستردیم میگه فراشا یعنی مثل فرش گستردیم که کاملا تصور غلطه اون موقع است که زمین رو تخت فرض کرد اینا تناقضاتیه که با فیزیک داره اما یه جاهای دیگری مثل همون سوره آیه سوره انبیا که زمین رو از آسمان جدا کردیم میخوان شبیه بیگ بنگ اه، اه، چیزش... نوشتن دوستان نوشتن خیلی وقتا کلمه چگونه درست و کلمه... من نفهمیدم من میگم من, من،, من. سا... من این سا... حرف درسته باید خیلی میگن چرا ولی باید بگن چگونه چگونه سوال بهتریه چون چرا همیشه این فرضیه رو داره که یک هدفی تو جهان وجود داره و یک ام... ام بین خدایی وجود داره یا هستی آگاهی داره در صورتی که سال دانشمنده معمولا اینه که چگونه این اتفاق افتاده نه که چرا این اتفاق افتاده خب, خب. سوال دیگه علم, علم سوالش چگونه است علم به این نمی به این نمی پردازه که چرا عدد مثلا کانستنت یا ثابت الکترومغناطیس اینقدر میگه این هست حالا توضیح بدیم باش جهان رو دقیقه دقیقه یکی از دوستان دیگه پرسیده که آیا علم نجومی مصر باستان برتر از علوم فلاسفه یونانی نیست؟ یک فیلسوفانی مثل تالس و مثل فیساغورس اینها رفته بودن به یونان و یاد گرفته بودن یونانی ها در محاسبه خیلی خوب بودن اعداد یعنی در محاسبه کردن خوب بودن و اینها یاد گرفتن ولی واقعیتش اینه که از علم یونان باستان اگر چیزی هم ما داریم اون سنگ نوشته هایی که هست اصلا به, به،, به پیچیدگی سیستم عرستو نیست به پیچیدگی آنچه که بعد از عرستو نوشتن اصلا نیست برای همین از ها هم م... م... مصر باستان مذارتونه مصر باستان رو چی گفتن؟ یونان باستان یه کاربر دیگه پرسیده که جهان ها هر کدوم منظومه هایی داره و در حرکت اینا همه به دور چی میچرخن؟ جهان اگر منظورشون چون تو انگلیسی وقتی میگیم world منظورمون کره زمینه وقتی میگیم توی another world منظورم میگیم توی سیاره دیگه نکته اینجاست که ما یک کره زمینی داریم دور یک خورشیدی میگرده این خورشید در دل یک کهکشان است که این کهکشان خودش داره به دور خودش میگرده این کهکشان ما با چند تا کهکشان دیگر یک خوشه کهکشانی رو تشکیل داده باز دوباره این خوشه ما با یک خوشه دیگر خوشه محلی بهش میگن یک خوشه محلی تشکیل دادن که اینها با هم در حال حرکتن و کل این خوشه های مختلف کهکشانی همه با یک سرعتی دارن از همدیگه دور میشن یعنی این اینگونه گونه نیست که تمام کهکشان به دور چیزی بگردد این چرخش ها خیلی محلیه به صورت محلی محلی که میگیم حدود مثلا میبینی بعضیش ده میلیون سال نوری طول ارزشه ها البته درسته بعد ارز کنم خدمت شما که سوال دیگه هم هست که میفهمند که درود آقای امیری علم میتونه توضیح بده چگونه جهان به وجود اومده ولی نمیتونه بگه چرا به وجود اومده همون بحث چگونه و چرا بوده آمده نقش فلسفه و, ب... 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 مذهب را نمیشه این کار کرد چرا سوال بیمنیه <applause> دقیقا نکته اینجاست که ب... ب... من خیلی وقت با دوستان حرف میزنم میگن آقا شما خب کی جهان رو درست کرد میگه آقا چرا میگی کی یا چرا میگی چی جهان رو درست کرده کی جهان رو درست کرده تو بدیدونیم ما سوال بپرسید که آقا چگونه از لحظه بیگ بنگ تا الان رو شما توضیح میدید ما الان میدونیم که حدوداً 13.8 بیلیون ایز یک اتفاقی به نام بیگ بنگ در فضا زمان افتاده و از اون موقع تا حالا رو ما داریم سر می کنیم توضیح بدیم حیات رو هم داریم سر می کنیم با تکامل داروینی توضیح بدیم مشکل اینجاست که کسانی که دلش با از این جوابها خورسن نیستن و به دنبال اینن که یک معنای بیشتری پشت اینها باشه و به دنبال جاودانگی هستن و به دنبال اینن که چیزهایی رو توضیح بدن که علم هنوز توضیح نمیده خودشون برای خودشون پاسخ میذارن اونجا میگن خب آقا علم شما توضیح نمیدهد پیش از بیگ بنگ چی بوده میگه آقا پیش از بیگ بنگ بی معناست زمان از بیگ بنگ شروع شده اصلا قبل از بیگ بنگ معنا نداره میگه نه خب ما میذاریم خدا خب این مدل فکر کردن مشکلی نداره آدم ها میتونن اینطوری فکر کنن ولی راشنال نیست یعنی جاستفاید نیست ما باید بتونیم اوییدنس نشون بدیم برای ادعاهامون میتونیم وگرنه همینطور ادعای الکی بکنیم به قول یک دوست بی خدایی حالا دوست که نه من نشون خیلی دوست دارم میگفتش می که how do you know that it's not universe creating pixies می گفت از کجا نمیدونی که پیکسی هایی که خودشون ببخشید باد معده ازشون در میاد از باد مده یونیورس درست میشه اونها یونیورس خرق نکردن از کجا میدونی خدایی تو بود هر داستانی رو میشه به جاش گذاشت مهم اینه که ما اون چیزی رو که علم گفته بپذیریم بیشتر از اون رو دیگه صبر بکنیم تا علم به ما پاسخ بگیم نمیدونیم نمیدونم خیلی پاسخ خوبیه به نظر من, ای من این جواب این سواله که میگم میگن که خب چرا رو علم نمیتونه جواب بده من جوابی که میدم حالا نظر شما چیه میگم که این ای این طرز فکر خیلی هیومن سنتریکه انسان محور فکر کنم ترجمهش بشه و این کاریه که از زمان باسان انسان ها میکردن یعنی که به خاطر اینکه جوری که مغز ما فکر میکنه و جوری که انسان فکر میکنه و کاری که انجام میده هدف داره همیشه اینو رو طبیعت هم سعی کرده به طبیعت هم همون جوری فکر میکرده که در برای خودش فکر میکرده برای همین نگاه کردیم به طبیعت دقیقا برای همین از همون اول هم هی خدا همه جا خدا همه جا ایجنسی میبینه همه جا میگه بارون یک کسی داره میریزه گیاه ها رو یک کسی داره از زمین در میاره الان هم حتی مثل انسانان باستان کسی که دنبال چرا میگرده به جای چگونه به خاطر اینکه داره مثل دنیا رو میخواد مثل یک انسان بهش نگاه کنه جوری که ما انسان های دیگر رو تصور میکنیم فکر میکنیم باید هدف بین یعنی جهان باید خدای وجود داشته باشه اگه خدایی هم وجود نداشته باشه جهان خودش باید یک آگاه آگاه باشه جهان خودش باید هدفی داشته باشه و این به خاطر مغز ما که همه چی رو مثل یک انسان نگاه میکنه بهش طبیعت هم سعی میکنه اینجوری توضیح بده دم... داره دنبال چرا میگرده به جای اینکه بره دنبال چگونه بگرده و این خیلی انسان, م... انسان که همه از همون اولام که میخوایم کره زمین وسط جهان باشه به خاطر اینقدر با به خودمون اهمیت میدیدیم فکر میکردیم همه جهان برای ما وجود اومده همه اینا همش انسان محوری نگاه کردن جهانه همین ما اصلا قایت, نگ... قایت مقدارانه نگاه میکنیم به جهان فکر میکنیم پشت هر چیزی هدفی است همین اصلا حرف کل عرستو همینه که میگه هدف قایی اصلا معتقده که بارون برای این میاد که درختان سیراب بشن و انسان سیراب بشه دلیل بارون اینه اینطوری نگاه میکنه وقتی ما اینطوری نگاه بکنیم به جهان دیگه مجبوریم به گونه یونیورس رو تحلیل بکنیم که انگار یونیورس برای ما دیزاین شده برای وجود یک عکس جالبی بود یک تیکه آسفالت خیلی گنده و اطرافش سیمان و اینا از وسط یکی از این سوراخهای آسفالت یه دونه گلی جوونه زده بود با بدبختی که معلوم بود الان دو روز دیگه ممکنه بمیره بعد زیرش نوشته, ش... نوشته بود زیر این عکس که آقا اون کسانی که فکر میکنن جهان برای ما دیزاین شده شبیه مثلا باکتری هایی که روی این برگ گلند و فکر میکنن تمام یونیورس دیزاین شده که این گل در بیاد و این باکتری روش باشن در حالی که اصلا اینطوری نیست اصلا هیچ رفتی, رفتی, رفتی. رفت. جالب خیلی خب بابا چون ما باید بریم سراغ هنر آخر هفته اجازه دیگه, دیگه سوال دیگه هم هستش من اون سوالم بپرسم یکی از دوستان در مورد سوال گم کردم او چقدر سوال داره همینجوری میاد به از دوستان در نظریه ریسمان پرسیده و اگر امکانش هست خیلی مختصر یه توضیح <تص در آره خیلی مختصر و البته اینو من به دوستان بگم همین الان تو همین لایف آره کوتاه امکان نداره مختصر هم من دوست ندارم این نظر ریسمان رو به نظرم سودو ساینس یه سره آره به جذب بدید یه جلسه دیگه تو کامل آره من همین من همین امروز همینجا تو برنامه لایوام قول میگیرم از آقای امیری عزیز که تو برنامه های دیگه هم در خدمتشون باشیم چون مباحث خیلی زیاده که ما بتونیم از دانش ایشون یه برنامه استفاده ببریم دخلی خیلی لذت بردن خواه. همه تو لایف چت واقعا خیلی لذت بردن حجم سوالات هم خیلی زیاد آرمین واقعا آه زیاده بعد من... هم که ما حدود ده دقیقه وقت داریم تا پا ده دقیقه دوازه دقیقه در دو پایین برنامه وقت داریم اگر امکانش هست یک جنبندی کلی اگر مطلبی داریم که ما خیلی خوشحال میشیم بشنم من یک جمله ای رو اه... یک اه... کشیشی بود اه... یک کشیش بلژیکی که ایشون کسی بود که اومد بیگ بنگ رو در حقیقت اولین کسی که در مورد بیگ بنگ هر سطح اینشون بود جورج لاماترا میگه که uh, the revolution of the world uh, can be compared to a firework which has um, some few red wisps, ashes and smoke میگه که um, پدید آمدن این جهان مثل یک آتش بازیه که حالا یه سری آتش ازش به جا مونده یه سری رنگ هنوز به جا مونده و این قسمت جالبش که من دوست دارم اینه میگه standing on a well chilled cinder We see, میگه که ما نشستیم روی یک زغالی که خوش سرد شده well chilled cinder و داره میگه ما نگاه میکنیم how fading دیگه uh, دیگه نگاه میکنیم که how fading the stars are going میگه داریم نشستیم روی این زغال سرد شده و داریم نگاه میکنیم چطور اون آتش بازی کمی ستارا هستن اون بیگ بنگ هست چطور کم کم داره سرد میشه و انتهای داستان رو داریم میبینیم چون واقعیتش اینه که این جهان ما به سمتی میره که همه چیز سرد میشه and we try to recall the vanished brilliance of the original of the world uh, میگه داریم سعی میکنیم به یاد بیاریم که اون زیبایی اول اون آتش بازی چی بوده و روی یک زغال سرد شده نشستیم من فکر میکنم این خیلی تصور در یک تصویر زیبایی میده از موقعیت ما در این جهان بعد از 13 و 8 میلیارد سال که از بیگ بنگ گذشته واقعا